در این آموزش قصد داریم از تابع فیت استفاده کنیم و پارامترهای اون رو بیشتر بشناسیم. برای منظور ما میایم فرانک رو بارگذاری میکنیم، لود میکنیم فرانک رو و یک اجرا میگیریم تا ببینیم که فرانک دارای چه داده هایی هست. ورکسپیس رو که مشاهده میکنیم میبینیم که شامل x, y و z هست، یعنی ما میتونیم باش یک سطح رو نمایش بدیم. در خط بعدی تایپ میکنیم F1 برابر با از تابع فیت استفاده میکنیم. همونطوری که در آموزش های قبلی دیدیم تابع فیت به صورت X, Y داده ها رو دریافت میکنه، داده های ورودی رو و خروجی رو با نام Z دریافت میکنه و در پارامتر بعدی هم روش درونیابی رو باید بهش بدیم که ما پولیتری رو میدیم. میتونیم به عنوان پارامتر بعدی بهش اکسکلود رو بدیم که امکان استخراج کردن و یا جداسازی بعضی از نقاط رو از سطح برای ما داره و میتونیم اون رو به صورت جداگانه نمایش بدیم. مثلا ما انتظار داریم که نقاطی که در 1، 10 و 25 هستن به صورت جداگانه برای ما نمایش داده بشن. برای این منظور بیایم بعد دستور فیگور رو تایپ میکنیم، میایم از دستور پلات استفاده میکنیم و F1 رو به عنوان پارامتر ورودی میدیم. همچنین مشخص میکنیم که ورودی های ما X, Y بودن، خروجی ما هم Z بوده. همینطور میایم اون دستور Xcloud رو که بالا نوشتیم و اینجا هم تکرار میکنیم، Xcloud، و مشخص میکنیم چه نقاطی رو برای ما جدا کنه. حالا یک اجرا میگیریم از داده هایی که نوشتیم، پرانتز بسته پلات رو هم باید قرار بدیم، یک اجرا میگیریم. مشاهده میکنیم که علامت ضرب در بر روی بعضی از نقاط خورده شده، در واقع بر روی 3 تا از نقاط علامت ضرب در مشاهده میشه، دو تاش یکی در بالا و دو تا در پایین هستن. این نقاطی هستن که ما میخواستیم اونا رو ببینیم و به گونه اونا رو اکسپلود کنیم از بقیه داده ها. ما میتونیم به صورت شرطی هم مشخص کنیم که چه نقاطی رو میخوایم، لزوما نیاز نیست که به صورت نقطه اونا رو معین کنیم. میتونیم اینجا مشخص کنیم زد هایی که از 1 بزرگتر هستن رو برای ما نمایش بده، زد های بزرگتر از 1. یک اجرای مجدد میگیریم، میبینیم که این نقاط نقاطی هستن که زدشون از 1 بزرگتر بوده. ما یک مقداری اونا رو نمایش میدیم، میبینیم که از نظر ارتفاعی ارتفاعشون به این صورته که از 1 بزرگتره. این نقطه نقطه 1 هست، اینجا از 1 بزرگتر هستن. بنابراین ما میتونیم در دستور فیت از پارامتر اکسکلود استفاده کنیم و بعضی از نقاطی که مد نظرمون هست رو استخراج کنیم. ببینیم که آیا بگیم که بین منهای 1 تا 1 باشه رو برای ما نمایش میده، منهای 1 باشه Z و به اضافه 1 باشه. همین رو برای پارامتر سوم دستور پلات هم استفاده میکنیم و اجرا میگیریم. ببینیم که یه همچین کاری رو میتونه انجام بده، نه برای حالت Z های بین اون تو نقطه خروجی رو تولید نمیکنه. در این آموزش با دستور فیت بیشتر آشنا شدیم و با پارامتر xcloud در دستور فیت کار کردیم و نحوه استفاده از اون رو مشاهده کردیم.